بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا أسرار وعزائم أسمائك اللهم كل بريك الأوسة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بلياً محافظاً مقارداً مناصراً مدليناً وعيناً فتسكنه وعلمك ثوعاً وتمتعه فيها طويلاً خدمة همه شما عزيزان سروران من اليوم تبريك عزيز کنم به خصوص بلاد امام باقر علیه السلام رو بود دارم که ماه رجب بفایش خیر و برکت و درهای معنویت و حقایق رو به همه ما باشه. موضوعی رو که به من فرمودن در این فرصت تبدیل کنم بحث سبک زندگی است، گرچه این منوارم انقدر موضوع بحث قرار گرفته که دیگه خاصیت خودش رو از دست داده، یا را فرمودن من تبعیت میکنم. اتفاقا نفهمیدم سبک زندگی احتیاج به تعریف و توضیح نداره، خیلی واضح همه میفهمن که شیوه هایی که ما برای زندگی خودمون، برای حل نیازمندی های خودمون در حوزه های مختلف زندگیمون انتخاب میکنیم سبک زندگی ما هستن که قاعدتا مبتنی بر ارزش ها و هنجار هایی که تو جامعه شکل میگیره این سبک سامان پیدا میکنم. منظور من بحث رو ممکنه از کمر کارم شروع کنم و از مقامی شروع نکنم، ولی یک ندارم اون چه که ما در موضوع سبک زندگی باش مواجه هستیم یک سبک زندگی طراحی شده و همه جانبه ایست که غرب به ویژه بعد از رنسانس و آنچه نام و نوزایی میگذارن برای زندگی بشر طراحی کرده که در اونجا متناسب با مبانی که تعریف کردن، متناسب با آیاتی که تعریف کردن برای همه زوایای زندگی ما یک الگوی پیوسته ایجاد کردن. یعنی فرض کنید برای اشتغال، برای تحصیل، برای عرض کنم ازدواج، برای تغذیه، مسکن و امثال اینها یک الگوهای به هم پیوسته ای رو تولید کردن که ما از مجموعی این الگوهای به هم پیوسته به عنوان الگوی توسعه و پیشرفت یاد میکنیم. تفاوتش با نگاه خورد به سبک زندگی اینه یه موقع انسان فقط مسائل در حد موضوعات کوچک میبینه، مثل مثلا الگوی غذا خوردن انسان، سبک غذا خوردن، سبک استراحت کردن، سبک خانه ساختن، سبک دوست گرفتن، سبک معاشرت اجتماعی، سبک ارتباط اقشار با هم، با اینا رو انسان جدا جدا میبینه، برای هر کدوم هم بر اساس فرهنگ و آداب یه سبکی یه شیوهی تعریف میکنه که این محتوا تو اون سبک و قالب اتفاق میفته. اون چه در دوران جدید اتفاق افتاده این است که برای هر کدوم از این موضوعها یک الگو طراحی شده. فرض کنید برای تغذیه انسان، تغذیه یه الگویی داره که دانشهای متعددی رو پشتیبانی میکنه. فرض کنید از نیاز طبیعی بدن انسان تا مباحث جامعه شناختی مربوط به تغذیه یا روان شناختی مربوط به تغذیه یا دانش‌های مربوط به بهداشت، سلامتی و امثال اینها، دانش‌های متعددی
این رو پشتیبانی میکنم که الگوی تغذیه ما چی باشه، چه بخوریم، چه گونه بخوریم، چه وقت بخوریم، به چه حد بخوریم. پس این یک نکته است که در این دوران برای این هر موضوعی تلاش شده که یک الگوی و مدلی طراحی بشه و دانشگاه متعددی پشتیبانی و الگو رو میکنن. و دوم که این الگوها درون یک الگوی شامل دیده شده. این فرض بکنید مثلا میگم ما اگر برای اشتغال مثلا اجتماعی تعریف خاص شده، فرض کنید بانوان اشتغال اجتماعی دارن، این اشتغال اجتماعی طبیعتا رو سبک زندگی اونا اثر میذاره، رو الگوی تغذیه‌تون هم اثر میذاره. بنابراین الگوی تغذیه متناسب با مثلا الگوی اشتغال. فرض کنید در زندگی سنتی ما که زندگی خیلی خوبی هم هست، خب طبیعتا نقش عمده از اشتغال بانوان ما در اداره خانه است. یکی از کارهایی هم که اونجا عمده گرفتن خانوم ها و انجام میدن مثلا مدیریت تغذیه اهل منزل است. خب تو این شیوه الگوی تغذیه با اشتغال یه تناسبی داره، ولی اگر بنا شد مثلا خانوم ها هم اشتغال بیرونی داشته باشن در کنار آقایون و یا بیشتر، طبیعتاً این شیوه تأمین از بین میره و یه الگوی دیگه شامل میشه. بنابراین فست‌فودها و عرض کنم الگوهایی که در اون الگوها تغذیه در بیرون خانه عمدتاً شکل میگیره رواج پیدا میکنه. اونا هم برای خودش یه بازی مستقل نیست که باز دانشهای متعددی رو پشتیبانی میکنه. بنابراین میبینید طراحی الگوی تغذیه اونجا با الگوی اشتغال کاملا به هم پیوسته هستن، با الگوی روابط خانوادگی کاملا به هم پیوسته هستن. بعد فرض کنید شما برید به تغذیه توی فست‌فود، نحوه معاشرت اقشار با هم دیگه اونجا خودش داره یه مدل و الگویی است دیگه، نقشه تعامل اعضای جامعه با هم دیگه. ببینید اینا دقیقاً درون یک پیوستار واحد قرار میدن و مجموعه اونها هم شروع به تغذیه الگوی پیشرفت. و اگر ما بخوایم الگوی غربی رو تحلیل بکنیم، حالا نمیدونم به این بخش رو پردازم یا نه، کلن سه بخش داره، بخش تولید داره، بخش توزیع داره و مصرف هم داره. قسمت تولیدش تولید مفاهیمه، یعنی یک نظام دانشی تولید کردن با مدارج مشخص، این سطح دیپلمه، این سطح کارشناسی، اون سطح کارشناسی ارشد، دکتراس، تخصص مثلا و امثاله. و تقریبا این رو هم یک عرض کنم تبدیل کردن به یک الگوی واحد جهانی که چه معلوماتی چگونه طبقه بندی بشه و به چه اشخاصی داده بشه و این مدارج تعریف شده هستن، تولید مفاهیم و انسانهایی که واجد این مفاهیم هستن. بعد در بخش توزیع حالا ساختارهایی هستن که حدود و اختیارات برای ما معین میکنن. فرض کنید اگر کسی دارای دکترا در فلان رشته است میتواند این منصب رو تصدی بکنه و از این حدود اختیارات برخوردار، و کسی که مثلا سطح تحصیلش بالاتر از اون چه موقعیتی میتواند داشته باشد، سطح پایینتر حدود و اختیارات رو بر اساس واجدیت این دانشها و مفاهیم تقسیم کردن، یه ساختارهایی تعریف کردن که این ساختار مناسب متناسب با همین مفاهیمه و برای این ساختار یه حدود و اختیاراتی قرار دادن. کسی که این اقاباری رو داره تو این منصب قرار میگیره، تو این منصب قرار گرفت این حدود و اختیارات رو داره. بعد از طریق این مفاهیم و این ساختارهای اجتماعی یک محصولاتی رو تولید میکنن که امکان ارضای نیازهای اجتماعی رو فراهم میکنن. فرض کنید مثلا میگم به خصوص بعد از این دو سه تا انقلابی که تو غرب اتفاق افتاده، انقلاب مثلا علمی و صنعتی،
یه کاملا یه فرایند صنعتی بر زندگی انسان حاکم شده، یه محصولات صنعتی تولید شده که از اون طریق نیازها ارضا میشن. فرض کنید وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباط جمعی، شبکه ارتباطات الان الکترونیکی، اینا محصولاتی هستن که طریق ارضا نیاز و حل نیازمندی های جامعه هستن. یعنی در نظام غرب اون چه اتفاق افتاده، یه نظام مفاهیم هست، این مفاهیم تبدیل به مدارج پذیرفته شده شدن، بعد بر اساس این مدارج انسان‌های تولید شدن، انسان‌های ساخته شدن، انسان‌های تربیت شدن که واجد این آگاهی هستن، یه حدود و اختیاراتی دارن، با این حدود و اختیارات نظام رو شکل میدن که درش محصولاتی تولید میشه که نیازهای اجتماعی رو ارضا میکنه. در حوزه بهداشت و سلامت و تغذیه و مسکن و امثال اینا. خب اگر یک کمی بیشتر دقت کنیم، کم کم این روند نه فقط ارضا نیاز میکنه، نیازهای جدید هم تولید میکنه. یعنی دستگاه مدرنیته دستگاه تولید نیاز هم هست، یعنی نیازهای خاصی رو در انسان تولید میکنه، ایجاد میکنه. پس کنی شما یه قرن برید عقبتر، ما هیچ وقت به این فضایی که الان توش نشستیم و اون چه که ازش داریم استفاده میکنیم احساس نیاز نمی کردیم. با هم ارتباط داشتن، روابط داشتن. پس کنید احتیاج به وسایل گرمایشی و سرمایشی مدرن هیچ وقت نبوده، تبدیل شده به نیاز. احتیاج به وسایل حمل و نقل مدرن هیچ وقت به هیچ وجه نبوده. احتیاج به وسایل الکترونیکی و ابزار ارتباطات الکترونیکی به هیچ وجه نبوده، اینها نیازش هم ایجاد شده. یعنی اینطور نیست که جریان تجدد وقتی یک سبک زندگی ایجاد میکنه فقط دنبال ارضاء نیاز انسان است، دنبال بست نیاز، گسترش نیاز هم است، یک نیازهای گسترده تری رو ایجاد میکنه و اون نیازها رو سعی میکنه ارضاء بکنه. خب این نیازهایی که تو دستگاه تولید میشه و بعدم ارضا میشه، آرام آرام در انسان یک اخلاق ایجاد میکنه، یعنی ایجاد اخلاق هم میکنه. یعنی جریان مدرنیته از طریق محصولاتی که تولید میکنه آرام آرام بستر حس انسان و سنجش انسان رو کنترل میکنه، آرام آرام اخلاق برای آدم ایجاد میکنه. پس یه دستگاهی است که ایجاد خلق میکنه، ایجاد نیاز میکنه، بعد این نیازها رو هم به شکل خاصی ارضا میکنه. رابطه این نیازمندی ها رو هم میبینیم، اینا رو دونه پازل بزرگ مطالعه میکنه. ولی اگر یک کمی عمیق تر دنبال بکنیم، همه این فرایند تولید و توزیع و مصرف، فرایند ارضا نیاز و ارضا، تکامل در نیاز، حالا تکامل تبدیل در جنس، پیچیدگی در نیاز ها، گسترش نیاز هایی که ایجاد میکنه، همه بر مدار یک چارچوب مبنایی است. و اون این است که این سطح از نیازی که شما باید تولید کنید و ارضا کنید چقدر است. اون حیات و زندگی رو که شما میبینید و میخواید اون حیات رو ارضا بکنید، نیازمندی های انسان رو در سطح اون حیات ارضا بکنید، اون سطح حیات چه سطح حیاتی است؟ آیا سطح حیات غریزی است؟ یعنی انسان رو در حد غریزه و نیازهای غریزیش میبینید؟ انسان یه توده انبوهی است از ماده که آرام آرام پیچیده شده، به اصطلاح خودتون تکامل پیدا کرده و دارای غرایزی است، نیازهای غریزی داره و یه موقعی هم به دنیا آمده، یه زمانی هم به تعبیر اونها ایزوله میشه، تجزیه میشه، میره تو اتاق ایزوله، کار تمام میشه و در این وسط هم دامنه نیازهاش نیازمندیهای غریزیش هست، یعنی دهان و دامنش، این تیپ نیازها. آیا انسان اینه؟ انسان عبارت است از یک پدیده مادی پیچیده تر شده ای که در یه جایی شروع شده یه جا هم پایان پیدا میکنه، به تعبیر قرآن نیه الا حیات و نتونی و نموت و نهی و ما یهده کنا
علت در همه زندگی همین حیات دنیاست و مرگ و زندگی دنیا و قوانین طبیعت هم است که ما رو میمیرانه. آیا این نگاه به انسان درسته؟ انسان در حد فریضه و دست و دهان و 70 سال و 60 سال و 50 ساله. این نکته اول. کل این فرایند رو وقت شما مطالعه بکنید، از آغاز که شروع شده تا الان که به دوران پیچیدگی خودش رسیده، این جریان تجدد، از انقلاب فلسفی تا انقلاب علمی تا انقلاب تکنولوژیک و انقلاب صنعتی که فرایندهای اجتماعی هستن، و الان یه سبک زندگی ایجاد کرده که در اون سبک الگوهای مختلف زندگی به هم پیوست خوردن، در اون این پیوستار بزرگ نام الگوی توسعه مورد مطالعه قرار میگیرن و رو تغییر و بهینش هم به اصطلاح مطالعه میشه. دیدید دیگه، برای یک طفل از قبل از تولدش تا 60 سالگیش برنامه دارن توی این چجوری دوران استراحت مادر باشه، کجا به دنیا بیاد، چگونه تو دوران از کنم اول تولدش از سرپرستی بشه، بعد چگونه در مثلا مهد کودک ها تا پایانش هم خانه سالمندان. برای همه این دوران 60 سالی یه طرح جامعه تعریف کرده، کارش، اشتغالش، تفریحش، دوستیابیش هم برای تعریف کرده. ولی ببینید سطح نیازهایی که اونها برنامه‌ریزی میکنن براش، سطح نیازهای غریزی انسان. اگر فرض کنید که انسان چیزی جز دست و دهان و دامن و غریزه نباشد، این الگو الگوی شاید خوبی باشه به انسان. بنابراین سطح نگاه به انسان تو این الگو سطح نگاه پایینی است، یعنی حیات طیبه درش دیده نشده که انسان میتواند داره یک اروان متعالی باشه، حیاتهای برتری داشته باشه که برای انسان نیازهای متعالی تعریف بشه و بعد انسان در سطح ارتباط با عوالم باطنی اصلا دیده نشده. انسان دیده شده هم فیزیک عالم و نیازهای غریزی خودش رو 60 سال باید زندگی کنه. حالا برای این 60 سال چجوری بخوره، چجوری دوستیابی کنه که بیشتر لذت حسی ببرد؟ یعنی اون چه در پایان در الگوهای توسعه در قرن 21 مورد مطالعه است همینه که انسان در سطح فیزیک عالم و در سطح فیزیک انسان چجوری تعامل بکنن که بیشتر لذت ببرد از این طبیعت. چیزی فراتر از این نیست. یه اشکال دیگه که تو این الگوها هست این است که آرام آرام انسان به نفع سرمایه مصادره شده. یعنی کم کم، اول ممکنه انسان تبحثی بود است که انسان چجوری به رفاه برسه، به لذت برسه، ولی کم کم بحث امکانات و سرمایه مطرح شده و کم کم سرمایه حاکم شده بر انسان. یعنی رشد اقتصادی تبدیل شده به توسعه اقتصادی. در توسعه اقتصادی اون که ملحوظ است اینه که ما چکار کنیم که همه شئون زندگی، فرهنگ، اخلاق، روابط تغییر کنه که منتهی به رشد دائم و تضارب تولید بشه، دائم تولید بره بارا. یعنی امنیت سرمایه شده است و کرامت انسان تابع امنیت سرمایه تعریف شده. یعنی اگر برای امنیت سرمایه لازم باشه که انسان با اخلاق خاصی پرورش پیدا کنه که با این اخلاق خاص به گونه خاصی زندگی بکنه، عواطفش تغییر کنه، اگر بنا باشه مصرفگرا بشه، اگر بنا باشه جاذبه های او خرج توسعه سرمایه بشه، دقیقاً انسانی رو باید پرورش داد که این انسان متناسب با چرخش سرمایه است. خدا رحمت کنه ما استادشون، ایشون مثال می‌زدن می‌گفتن ببینید شما همینطوری که مثلا فرض کنید یه کوره ذوب‌آهن می‌خواید درست کنید یا سایر اصلا محصولات صنعتی، یه نقطه مختصاتی لازم داشته باشه، سفارش میدید مهندسی متالورژی اون فلز رو اون نقطه مختصات برای شما تولید میکنن که فرض کنید این درجه مقاومتی در مقابل این درجه حرارت مقاومت میکنه، در مقابل این درجه کشش و تنش مقاومت میکنه، برای اون تولید میکنن. میگه شما چه انسانی میخواهید برای اینکه هماهنگ با الگوی توسعه باشه، من همون انسان رو برای شما تربیت میکنم.
محدثی انسان میکنه. الان که البته دوره مهندوران در پی مهندسی ژنتیک انسان هم هستن، حالا بنابرای مهندسی ژنتیک این تربیت میکنم انسان براتون. اگر فرض کنید چرخش سرمایه محتاج به یه انسان مصرفگراست، من براتون انسانی تربیت میکنم که انگیزه مصرف داشته باشه، سالی چند بار همه لوازم زندگی خودش رو عوض کنه، نپرسم چرا عوض میکنه، من انسان مصرفگرا، اخلاق مصرف براش درست میکنم و که تلاش کنه سرمایه رو دست بیاره، ثروتی رو، این ثروت رو خرج چرخش دستگاه سرمایه رو بکنه. یه موقعی من میخوندم حتی این آقا قدیمی الان حتما بیشترم شده که مثلا در فلان کشور انگلستان دارم خانوماش سالی 25 و کفش تنگیر میدن. خب این نیاز آدم که نیست، این تولید نیازه. این حرف همونید تولید هم مدهای جدیدی که میگه که دائم تولید نیاز میکنه که آدم انگیزه پیدا میکنه برای مصرف، در واقع یک فرایند استاریم که نیازی رو در انسان ایجاد بکنن که برای تأمین اون نیاز حرکت بکنه، چرخش سرمایه پیدا بشه. تو این دستگاه نهایت بکنید آرام آرام به انسان دیمان یک منبع ثروت نگاه میکنه. چطور شما به منابع زیرزمینی مثلا فرض کنید نفت سوخت فسیلی به عنوان منبع تولید ثروت نگاه میکنید، این از عمق زمین استخراج میکنید، تنوع درش ایجاد میکنید و باش ده ها و صدها محصول مصرفی ایجاد میکنید، تبدیل میشه به ثروت بالفعل. میگه انسان هم یه انباری است از انرژی که این انبار انرژی که آرام استحصال کرد تبدیلش کرد به ثروت بالفعل و این کار رو هم میکنه. اگه لازم باشه اخلاق عوض کنن، عادت عوض کنن، تغییر میدن عواطف رو. شما مثلا ببینید تا همین دو سه قرن قبل در اروپا برید واقعا حجاب یه اصلی بوده، هست آثارش هم هست، ولی الان کاملا این رفت برداست، یه اخلاق دیگه ای آمده. چرا اسمشو میذارن شرافت بونه؟ مسئله شرافت نیست، مسئله خرفش سرمایه است، مسئله استفاده از انرژی های نهفته در درون وجود بانوان، جاذبه هاشون، انرژی هاشون برای تولید ثروت. انسان در خدمت تولید سرمایه قرار میگیره، مثل انرژی های مادی که تبدیل به ثروت میشه، آدم رو تبدیل میکنن، تبدیل میکنن آدم رو به ثروت. این 60 سال کار کرده، محصول 60 سالش تبدیل ثروت تولید شده. پس ببینید الگوهایی که الان ما باش مواجهیم، پس مسئله ما در سبک زندگی الان اینه که الگوهایی برای زندگی ما طراحی شده و آرام آرام جهانی هم شده. سبک فرض کنید الان ازدواج، سبک تعامل زن و مرد، نحوه تقسیم کار تو زندگی بین اونها، نحوه اشتغالشون و در هر مسئله دیگه که تو سبک زندگی هست، اینا تبدیل شدن به الگوهای به هم پیوسته و طراحی شدن و بدون خوبم اگه دقت بکنید پایان کارش هم اینه که انسان تبدیل میشه به یک موجودی در خدمت توسعه سرمایه. سرمایه در خدمت انسان نیست، انسان در خدمت سرمایه است و تبدیل میشه به یک موجودی که همه هم مقامش عبارت است از حد غریزی خودش، درک خودش از خودش و از حیاتش هم نقدر. خدا رحمت کنه مرحوم نواقی در اول کتاب معراج سعادتشون که از کتب اخلاقی بسیار خوب است، مرحوم اعتباری بهجت و خروج مهجت بودن، از توصیه میکردن مثلا این کتاب رو روزی یک صفحه بخونید و سعی کنید بفهمید، روزی یک نمیخوادن زیاد. کتاب اخلاقی فوق‌العاده است. در آغاز این کتاب وقتی بحث معرفت نفس رو مطرح میکنن، میگن آدم ها درکشون از خودشون متفاوت، گروه خودشون رو فقط در حد محرکه های طبیعی خودشون میشناسن، اما فراتر از اون قلب خودشون میشناسن، حالات قلبیش و واردات قلبیش و صفات وسیله و همینشون، اصلا در این حد خودشون رو نمیبینن. یه موقع شما انسان رو تنزل میدید در حد یک پدیده مادی پیچیده شده که یه دوران حیاتی داره، حیاتش هم در حد قرارزش هست و
بعد یه سبکی رو برای زندگی کردن اون در طول 60 سال یه سبک کلی رو طراحی میکنید، اون رو تبدیل میکنید به مدل‌های خود نسبت به امور مختلفی که باش مواجهه برای حل نیازمندی‌های خودش. یه کار. ولی خب ببینید واقعیت این است که اگر ما درون این سبک قرار بگیریم و بپذیریم این سبک زندگی کردن رو، سبکی رو که دانش‌های غربی، تکنولوژی غربی، مهندسی اجتماعی غربی جهانی کرده و به یک تعبیر بر فرهنگ‌های مختلف تحمیل کرده و فضا رو بر فرهنگ‌های معارض تنگ کرده و مقاومت فرهنگ‌ها رو مقاومت از بین برده، چون شما وقتی شیب ایجاد می‌کنید تو جامعه، بستر ایجاد می‌کنید، بسترهای اجتماعی جهر رو مطلق درست نمی‌کنند. ولی یه شیری درستی کنن که مخالفت باش تقریبا آرام آرام ممتنه میشه. درست مثلا میگن حرفتی که برآمد، من نمیگم ما از بر استفاده کنیم یا نه، ولی توجه داشته باشیم دعوایی که در آغاز مشروطه بوده که آیا مثلا ما از این محصولات صنعتی قرب استفاده بکنیم، قبل از مشروطه هم بوده، آغاز ورود قرب به دنیای اسلام بوده، از مشروطه دوره ایست که بحث تحول سیاسی قرب مطرح شد. فرض کنید بحثی نبوده که واقعا ما برق روشن کنیم یا روشن نکنیم، بس فرایند صنعتی شدن بوده که یه فرایند اجتماعی است. این فرایند اگر بیاد آرام آرام بر خودش جهر رو میاره. شما ممکنه اولش بگید من از برق استفاده نمیکنم، ولی نمیتوانید، آرام آرام مجبور بده استفاده میشید. لذا ما میدید همه این مقاومتهایی که در مقابل تجدد میشده آرام آرام این مقاومت رو شکسته، کم کم قبول کردن که ما از برق استفاده کنیم، از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم، مدل شهرسازیمون رو عوض کنیم، مدل معماریمون رو عوض کنیم، سبک روابط اشخاص رو عوض کنیم، مدل ازدواج رو عوض، کم کم عوض کردن دیگه. یعنی جریان تجدد از طریق بست علم و تکنولوژی خودش و الگوهای زندگی خودش آرام آرام یک شیوه واحدی رو سعی کرده تبدیل کنه به شیوه جهانی که در این شیوه فرهنگ‌های مذهبی و سنتی و بومی جوامع نادیده گرفته میشن و آرام آرام از بین میرن و منحل میشن. حالا ببینید ما چه باید بکنیم. ما در مقابل اون سطح‌های زندگی که عرض کردم با تمام وسعت و گستردگی که داره انسان رو در حد یک موجود مادی پیچیده شده میبینه، در حد غرایز میبینه، در حد 60 سال 70 سال روابط نامتناهی انسان و عوالم نامتناهی انسان رو نمیبینیم. آیا ما میتونیم اون سرکار رو بپذیریم؟ قاعدتا اگر اون سرکار رو پذیرفتید آرام آرام اخلاق انسان هم بر همون مدار شد دیده. این طور است که بگید اون سرک فقط الگوی خوراک و مصرف منه، من از الگوی خوراک و مصرف اونا، پوشاک اونا، مسکن اونا استفاده میکنم. اگر اون الگوها رو وارد زندگی خودم میکردیم تو خصوص با توجه به اینکه اونا به یک پیوستار از طریق دانش‌های پشتیبان حمایت میشه، از طریق تکنولوژی مدرن حمایت میشه، اینا تبدیل میشه به اخلاق، به اعتقادات، به افکار، همراه خودشون نظام فکری خودشون، نظام اخلاقی خودشون، نظام اعتقادی خودشون را فرهنگ خودشون هم میارن. یعنی شما نمیشون بگید من به شیوه غربی تغذیه میکنم اما فرهنگ تغذیه غرب نمیپذیرم، به شیوه غربی زندگی میکنم اما فرهنگ زندگی غرب و فرهنگ خانوادگی غرب و اونا رو قبول نمی کنم. آرام آرام و فرهنگ هم تحمیل میشه. بنابراین ببینید ما با یه چنین پدیده پیچیده مواجه هستیم. حالا باید در مقابل اون چه کرد؟ به نظر میاد در مقابل اون جریانی که در قرب اتفاق افتاده هیچ موج اجتماعی در جهان نبوده در صده های اخیر که با اون مقابل کنه الا انقلاب اسلامی که اونم یه انقلاب فرهنگی است. به نظر من انقلاب از کنم رنسانس کاملا یه انقلاب فرهنگی است، این فرهنگ دیگری رو میخواد بر جهان حاکم کنه. مقابل این فرهنگ هیچ تقابل نبوده انقلاب اسلامی که انقلاب فرهنگی دیگری است که میخواد یه فرهنگ دیگری رو بر جهان حاکم کنه. من یادم است امام بعد از این تونامه که به گورباچوف نوشتن و هشدار دادن که دیگه کمونیسم رو بعد تو گوزه های تاریخ جستجو کنید، یه نکته ای رو بیان کردن. فرمودن دلیل شکست شما مبارزه بی دلیل با خداست.
یعنی کاملا یک فرهنگ بی خدایی رو در زندگی بشر حاکم کردن. مدل فردی هم همینطوره، یعنی کاملا خودشون هم با صدای بلند میگن، میگن ما تلسل صدایی کردیم و کاملا عرفی کردیم زندگی بشر رو. عرفی سازی که حالا با تعبیر سکولاریسم ازش یاد میکنن، معناش هم میدونی سعی کردیم که مفاهیم قدسی و ارتباط مفاهیم بیگ و عوالم دیگر رو کاملا از حوزه زندگی اجتماعی حذف کنیم. فرض کنیم همین جهان است و برای همین جهان برای 60 سال برای همین حد طبیعت داریم برنامه‌ریزی میکنیم. خب ببینید اگر بنا شد یک حرکت دیگری اتفاق بیفته که ما بریم به دنبال یه نوع دیگری از زندگی که در اون زندگی، اون زندگی همراه با قدسیات، مفاهیم قدسی، پرستش خدای متعال، درک از عوالم غیب، تحیل برای سیر در عوالم بالاتر باشه، ما بریم به سمت اینکه حیات‌های برتری داشته باشیم. یه روایتی هست، حالا من روایت مفصل نمی‌کنم، حضرت تموز به جابر بن یزید جوفی هم که از اصحاب سرشون بودن امام صادق ظاهراً فرمودن زیر این آیات سوره واقعه که مردم رو سه دسته میکنه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، اصحاب اون، فرمودن که اصحاب المیمنه انبیا هستن، رسول الهی هستن که اونا 5 تا روح دارن سابقه، اصحاب المیمنه 4 تا روح دارن، اصحاب المشعمه یه روح بیشتر ندارن، اون روح نفسه که باش زندگی میکنن، نیازهای طبیعی خودشون رو ارضا میکنن، این تحرکات مادی با اون نفس با اون روح اتفاق میفته. در مؤمن سه منزلت دیگر از حیات هست، همونن روح ایمان، روح قوه، روح شهوه که حالا توضیحش دونه. بنابراین انسان داره عوالم دیگری هم هست. اگر بخواید این عوالم انسان دو صورت پیوستار ببینید و این انسان رو تو همه عوالم ببینید و برای اون زندگی تعریف کنید، طبیعتاً دیگه ارگوی پوشاکش، خوراکش، مسکنش، دوستیابیش هیچ کدوم نمیتونه در اساس ارگوی تعریف باشه. ما باید بریم به سمتی که الگوهای جدیدی رو برای زندگی خودمون طراحی بکنیم. اون سبک‌هایی رو هم که ما در زندگی سنتی خودمون داریم نمیخوام بگم بد است، کافی نیست. ما هم نیاز به یک الگوهای پیچیده همراه با دانش پیچیده، همراه با تکنولوژی پیچیده داریم و باید بریم به سمت این که این سبک جدید زندگی رو ایجاد اون چه مأموریت متدینین ما، محققین ما، دانشمندان ماست این است که الزامات یک سبک زندگی جدید رو در چارچوب فرهنگ اسلام ایجاد بکنن، تولید بکنن. همینطوری که فرض کنید تغذیه تبدیل شده به یه امر بسیار پیچیده با دانش‌های پشتیبان و ساختارهای اجتماعی، صنایع پشتیبان، ما نمیخوایم برگردیم به یک دوران بسیط، یک زندگی ساده محدود و مثلا 5 قرن گذشته رو داشته باشیم، ولی هم نمیتونیم در فضای این سبک زندگی بکنیم. اگر این سبک زندگی کردیم تردید نکنید در یک شیب تاریخی اخلاق اون تغییر میکنه، اعتقادات اون هم تغییر میکنه، تغییر میشه به آدم های مادی و آدم های سکولار. اگر میخواییم با فرهنگ اسلام زندگی بکنیم حتما باید سبک زندگی ما اسلامی باشه و این سبک حتما نیاز به دانش داره، حتما نیاز به فناوری و تکنولوژی و علم داره. اون چه مأموریت دانشمندان ما هست، محققین ما هست، این است که امکان زندگی کردن جدید رو فراهم بکنه. و الا شما توقع نداشته باشید که نسل آینده ما مبتنی بر فرهنگ اسلام زندگی بکنه. اگر تلاش نکنیم که جایگزینی برای الگوهای زندگی غربی طراحی بکنیم. من عرضم همینجا جمع میکنم و در یک کلمه خلاصه میکنم. اون سبک زندگی متعارف و سنتی ما اگر پشتیبانی نشه ممکنه در جهاز هاضمه سبک زندگی مدرن هست بشه. شما انسان‌های نسل بعدیتون، شما فرض کنید یک مثلا پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی نبود که از نوع فقط فرهنگ معنویت و حیات معنوی رو در جهان احیا بکنه، که حالا خود غربی ها از اون تعبیر می‌کنن به یک حیات مجدد تمدن اسلام و برخورد تمدن ها. اگر نبود واقعاً
چجوری میشد در مقابل جریان غرب مقاومت کرد؟ ما الان باید همین رو تبدیل کنیم به یک الگوهای توسعه جدید که اون الگوی توسعه مبتنی بر فرهنگ اسلام و فرهنگ سنتی به تعبیر امام اعظم رهبری ایرانی ما باشد، الگوی پیشرفت ایرانی و اسلام. این معناش هم دیگه شما الگوهای زندگیتون در مبتنی بر چارچوب فرهنگ خودتون، اما از فرهنگ مذهبی ما و یا فرهنگ مثبت سنتی ما شکل بگیره. و الا اگر ما چنین کاری رو نکنیم، گمان میکنم که جریان الگوی پیشرفت غربی فرایند نیاز و ارزار رو کشور ما تغییر، یعنی احساس نیاز نسل جدید احساس دیگری خواهد بود. اینه که شما میبینید که حتی زائقهشون در تغذیه تغییر کرده. غذاهایی که ما میپسندیم نمیپسندن این نسل جدید، زائقه ها هم تغییر دادن. میبینید دیگه این فقط زائقه های فیزیکی نیست، زائقه های روانی انسان ها، زیبایی درکشون از زیبایی ها هم عوض میشه، درکشون از خوبی و بدی ها، خیر و شر ها، ارزش و ضد ارزش، درکشون عوض میشه و طبیعتا یه نسلی شکل میگیرد که با اخلاق جدید، با اعتقادات جدید، اعتقاداتی که با فرهنگ دینی ما بیگانه هستن به وجود میاد. برای جلوگیری از این کار ما ناچار باید در مقابل اون سبک هایی که هژمونی عظیمی رو هم ایجاد کردن میگیرد مسلط شدن، در مقابلش باید تلاش کنیم که سبک های جدید رو بر زندگی طراحی بکنیم و اون سبک های زندگی خودمون از نو احیا بکنیم و در یک قالب نو و با ابزار پشتیبان، دانش پشتیبان، تکنولوژی پشتیبان میشه. و این معمولیت است که دوش همه ما هم هست، هم از حوزه و دانشگاه و محققین و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها و بدنه عمومی جامعه هم باید تلاش کنه در مقابل این الگوها با هم مقاومت بکنه. اینه پیوستار هم هست. اما ساده نبینید، من یه مثال هم بزنم یه چیز میتونه چهار پنج دقیقه طول بکشه. من یادم از این موقعی که بحث کنترل جمعیت مطرح شد، من از همون آغاز به شدت مخالف بودم. دلیل دارم خیلی واضح بود، گفتم یه پیوستاره، یا همش رو هم قبول کنید این بسته رو، یا اگه قبول ندارید از اول ردش کنید، نبینیم آخر کار که یه بسته رو متنمی شده. اولش اینه که آقا کنترل نداره جمعیت، از به اصطلاح بر اصول برنامه‌ریزی توسعه است. بلافاصله تا میگی جمعیت رو کنترل کنیم، میگن چیکار بکنیم؟ میگن اولین کار سن ازدواج رو بالا، چون اکثر فرزندان بالا دوران جوانی هستن، درست؟ خب سن ازدواج میخواد بره بالا، چی میگن؟ بلافاصله دعوت به تحصیل کنیم. بانوان دارن تحصیلات عالیه داشتن. من مخالف با تحصیل نیستم، اما میخوام چرخش رو تعریف کنم. خب میرن تحصیل میکنن، به طور طبیعی سن ازدواج یک دهه میره بالا، اقل نه. همینطور نیست، الان از نسبت به دو دهه قبل سن ازدواج در کشور ما 10 سال تقریبا تغییر کرد. بعدم که عرض کنم از تحصیل فارغ شدن، طبیعتاً فارغ التحصیلان اشتغال هم میخوان. وقتی دنبال اشتغال رفتن، طبیعتاً شرایط زندگیشون هم دیگه تغییر میکنه، دیگه وظیفه اصلی خودشون رو تربیت فرزند نمیدونن. از باب نیاز طبیعی انسان یه دونه ادراک فرزند هم اگر بیاورن دیگه خیلی هنر کردن. خب حالا طبیعیه این اتفاق وقتی میخواد بیفته، اولش اینو میگن او بده خانم‌ها باسواد بشن، خیلی هم خوبه که میگه خانم‌ها باسواد بشن، بعد کم کم سواد آموزی میشه محور، سبک زندگی بر مدار تحصیل و اشتغال بانوان میشرفه، فرزند آوری و تربیت فرزند هم الگوش تغییر میکنه. بعد اینکه با این 10 سال وقتی سن ازدواج بالا رفت، این نیاز طبیعی رو چجوری تامین بکنن؟ میگن از طریق دوستیابی، شیوه ازدواج سنتی تغییر بکنه، دوستیابی و رفاقتهای غربی. این از نهی برام واضح بود، این چیزی که بعد از طریق هنر هم پشتیبانی شد، حتی به نظر من صدا و سیمای خود ما هم پشتیبانی کرد. هیچ سریالی تو این دو سه دهه ساخته نشده که درش دوستیابی های چند جانه بود اینا ترویج نشده باشه، اخیراً تازه چیزای خیلی عجیب رو ترویج میشه. ببینید بنابراین من از این ما وقتی میخوایم نگاه کنیم همه رو با هم ببینیم، نگیم آقا بعد آدم غذای آماده بخوره، نه خیر، غذای آماده خوردن بعد نیست، ولی وقتی توی چرخه میبینید بله بله بعد بانوان تحصیل کنم، چی گفته بعد بانوان تحصیل میکنم؟
اما اگه تحصیل به مفهوم غربی است، درون چرخه غربی است، خب بله. برای چی این تحصیل رو بکنن؟ برای اینکه بشن انباره تولید ثروت برای سرمایه‌داران. پس باسواد شدن چیز خوبی است، اما تو الگوی خودمون. این حرف هم اشتغال بدن، اشتغال چیز خوبی است، اما تو الگوی خودمون، نه تو الگوی اشتغالی که بانوان خرج توسعه سرمایه میشن. از مشاغل رسمی غرب که ازش هم مثلا مالیات بر درآمد میگیرن یا تولید خدمت میدونن، با کمال عذرخواهی روسیه است، شغل میدونن. یکی از منابع درآمد توریسم است. خب واقعا این کرامت انسانه. بنا این بود بنا زن به کرامت برسه. یعنی این ببینید وقتی اشتغال تولید اونا تعریف میشه تش میشه. این یکی از مسائل زن بانوان جاذبه های زنانه در ایجاد انگیزه مصرف. من یادم از یه موقعی تو کشور کدوم کشور اروپایی بود، شاید انگلستان بود، من کردم که از جاذبه های بانوان برای فروش کالاها استفاده ای بشه که خلاف کرامت بانوانه. یکی از از کنن طبقاتی که اعتراض کرده بودن کشوری بودن که فروشنده لوازم حیوانات بودن مثل سگ، که این فروش را این لوازم از طریق جاذبه های زنانه می فروختن. مثلا سگ بغل خانم نینو اوریان داره دندون این سگ رو مسواک می کنه. اعتراض کردن که چرا محمد این استفاده بودن. ببینید اگر الگوی اشتغال رفت به طرف الگوی اشتغال قلبی که اشتغال رو میخواد برای توسعه سرمایه، نمیخواد برای کرامت انسان. تحصیل رو میخواد برای اینکه من مهارت پیدا کنم، بیشتر بتوانم تولید ثروت بکنم، نه اینکه به امنیت برسم، به کرامت برسم. اینا لحاظ میشه. من از اینه تو سبک زندگی همه رو با هم ببینید، درس بخونید برای بخونید متناسب با یه الگویی که با فرهنگ خود ما بخونید، اشتغال داشته باشیم بله متناسب با یه الگویی که با اینکه خانواده بر محور خانم ها میشنه به خانم ها. واقعا این اندونزی رو بقید داشتن نیست، واقعا قدرت تربیت فرزند دارن، عاطفه تربیت فرزند دارن، تو این بسازه. بنابراین ما تو سبک زندگی چه در خوراکمون، پوشاکمون، مسکنمون، تربیت فرزندمون، اشتغالمون، همه سبکایی که داریم اینا رو یه پیوستار ببینیم و سعی کنیم مبتنی بر فرهنگ خودمون شکل بدیم. به الا اگر این کار رو نکنیم، آرام آرام اون سبک زندگی فرهنگ خود و اخلاق خودش هم دنبال میاره، بعد میبینید که نسلی با یک فرهنگ و اخلاق دیگری پیدا میشن که ملتزم به اخلاق و اعتقادات ما نیستن. بعد ما این ازش تعبیر میکنیم به ناهنجاری جامعه. نسل جدید چنین است، در حالی که اینجوری نیست. این محصول کار خود ماست، اون چه کشته این داریم برداشت میکنیم، مثل اون چیزی که در کنترل نرخ جمعیت ما دنبال کردیم، الان با مشکل سرمایه اجتماعی مواجه شدیم. نسل آینده ما تهدید میشود بگید که نسل جوان نیست، نسل سال خورده و همسالی رو. این معنیشه که شما سبک زندگی رو با همه الزاماتش ببینید و تلاش کنید که اونو درون چارچوب‌های فرهنگی خودمون بنگذارید. اصلاحی میکنم از این که وقت اساتید و خواهران و برادران خودم میگرفتم. انشاءالله خدا متعال همه ما رو موفق بداره به اون چه مرضی خودش و مورد توجه امام زمان علیه السلام است و به سلامتی حضرت به سلام.